به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام آرزو دارم جور سعدمند سر حال دور از گزند روزگار و مشکلات روانی باشین. دوستای عزیز نازنین، امروز که ما برنامه را ثبت میکنیم سال 1400 ماه دهم تاریخ 12 است و که مطابقت میکنه با تاریخ دوم شروع سال 2022. اما این که نوبت نشر برنامه بر شما چه وقت میرسه دیگه، خداوند تا وقت کلوم و شما را جور آرام داشته باشه. کتاب DSM 5 که کتاب روانشناسی معتبر از نظر کلینیکی است، مورد استفاده اکثر دانشمند هست، خدمت شما توضیح میکنیم و برنامه 41 رسیدیم، فصل 8 کتاب. و در این فصل با مریضی های بسیار عام و مهم دیگه شما آشنا بشید. عنوان فصل است اختلالات افسردگی و اختلالات دو قطبی. افسردگی را تقریبا آشنا هستین، دو قطبی یک ذره زیاد مردم هم کتش آشنا نیست. از نامش پیداست دو قطب است، یک طرف قطب شاد و سرحال و هوایی شدن، یک طرف هم قطب افسرده، یک انسانی که هر دو حالت داره و تقریبا حالت دو قطبی را میگن یک مرز مشترک بین جنون و افسردگی است، یعنی علایمی از جنون هم پیش از اینا دیده میشه و علایم از افسردگی. بیاین بخونیم چی گفته کتاب در این مورد. DSM 5 میگوید که یافته های حاصل از تحقیقات ژنتیکی و نوع سمپتوم های اختلالات دو قطبی یا بایپولر، آنها را به عنوان یک پل بین اختلالات خلقی یا مود دیساردر، همی فصل ما افسردگی و اینا در مود دیساردر می اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا قرار داده است. اسکیزوفرنیا جنون مانا میتن. فکر کنین یک طرف اختلالات خلقی باشه، یک طرف اختلالات سایکوتیک. حالت بایپولر میگه یک پل مشترک از بین از اینا، هم صفات خلقی را در خود داره هم صفات سایکوتیک. به همین دلیل اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی را که به شدت به هم گره خوردن در دو فصل جداگانه قرار داده است. با این حال برای توضیح هرچی واضح تر و خلاصه تر آنها را در یک فصل توضیح می دهیم و با استفاده از اصطلاح اختلالات خلقی برای اشاره به اختلالات افسردگی و اختلالات دو قطبی اردو با هم ادامه می دهیم. میگردوی زمین بنوانم ما در یک فصل آوردیم، گرچه بعضی کتاب ها می گه اختلالات خلقی را از اختلالات دو قطبی جدا می گیرند، اما ما تحت عنوان اختلالات خلقی اردوی زمین را میگم مطالعه می کنیم. به هر صورت حال چی فصل جدا باشه نباشه، شناخت موضوع مهم است. DSM 5 از 3 نوع معیار برای دیاگنوز اختلالات روانی مرتبط با خلق یا مود استفاده می کند. یک، اپیزودهای خلقی. دو، اختلالات خلقی. و سه، اسپسیفایرهای توصیف کننده آخرین اپیزود خلقی و روند مکرر یا سیر اوت کننده یا رکرنت کورس برش میگن. سه حالت میگه بررسی میکنیم، اپیزود خلقی و دیگه اختلال خلقی و اسپسیفایر اوت کنندهش. اول، اپیزودهای خلقی یا مود اپیزود چی است؟ به طور خلاصه اپیزود خلقی یا مود اپیزود به هر دوره زمانی یا پیریود آف تایم که در آن فرد به طرز غیرعادی احساس شادی یا غم میکند. مود که ما میگیم هدف متنها غم نیست، مود اردوش شامل میشه. مود میتونه خوشحالی باشه یا غم باشه، مود مثبت باشه یا مود منفی باشه گفته میشود. یعنی هر زمانی که خلق ما از رنج عادیش خارج میشه یا مثبت میشه یا منفی، ای اپیزود مود است. اپیزودهای خلقی خشت ساختمانی هستند که بسیاری از اختلالات خلقی قابل کدگذاری از آنها ساخته میشوند. به اساس این اپیزودهای خلقی میگه اختلالات خلقی ساخته میشه. اکثر بیماران مبتلا به اختلالات خلقی حداقل یکی از این سه اپیزود را خواهند داشت. کسایی که اختلال خلقی دارن یکی از سه اپیزود می داشته باشن. یک، اپیزود افسردگی عمده می تانن افسرده شده باشن. اپیزود منیک، مانیا شده باشن، سرخوش و هوایی شده باشن. و یا اپیزود آیپومنیک، نیمه هوایی. یا شخص افسرده است
سعی کنید ات چهار گروه بگیرید: افسرده، آدم عادی. از این انگشت که خوب است چهار تا رو بگیرم که اگه مفهوم بده. این را افسرده قبول کنیم، آدم افسرده پایین از خلقش. این آدم های عادی باشن نارمال وسط. اینی آیپومانیاس از وسط که در انرژیشون زیاد است ولی هنوز زندگی میتونن، زندگیشون نرمال است، غیر عادی معلوم نمیشه، ولی هایپومانیا اوایستن دیگه. اینی هم مریضی شدید است. ای هایپومانیا را باز آشنا میشیم، در اکثر آدم های موفق میباشه که انرژی زیادتر دارن، کار زیاد میتونن، خواب کمتر، ولی روند زندگیشون کنترل است. و یا آدم های عادی بنانی دوتا خطرناک نیست، خوب است، ولی این دوتا مریضی است دیگه. ولی از نظر امی اپیزودای خلقی گفت شخص در سه حالت است. وقتی میگیم اپیزود خلقی سرش آمده، یا علایم افسردگی رو نشان میده یا مانیا رو یا هایپومانیا رو. اول اپیزود افسردگی عمده چی وقت گفته میشه؟ به مدت حداقل دو هفته. از نظر زمانی دو هفته باید علایم پیشش باشه. اگه کسی یک روزی علایم داره اون نیست افسرده. اپیزود افسردگی عمده به مدت حداقل دو هفته بیمار احساس میکند غمگین است یا نمیتواند از زندگی لذت بره. دو هفته دوامدار در خوردن و خوابیدن مشکل دارد، احساس گناه و تقصیر میکند، بی حال و حوصله است، در تمرکز آواز مشکل دارد و راجع به خودکشی فکر میکنه. تقریبا علائم افسردگی را گفت. بدن هم خوب مشرم میخونیم، ولی این علائم کلیدی است. یعنی اگر یک شخص دو هفته خلقش خراب است، کم حوصله است، خوابش خراب است، از زندگی لذت نمیبره، غمگین است، احساس گناه و تقصیر دارد، بی حال و بی حوصله است، تمرکز حواس نمیتونه، فکر خودکشی داره، این علائم افسردگی رو نشان میده. در این حالت ما اپیزود افسردگی عمده یا مجر دپریشن تجربه میکنیم. اپیزود مانیا چی است؟ کاملا برعکس زیالت، ولی در مدت یک هفته از نظر زمانی. برای تشخیص افسردگی دو هفته کار است علائم باید باشه و برای تشخیص مانیا یک هفته باید باشه. به مدت حداقل یک هفته بیمار احساس میکند خیلی خوشحال و شاد است، یا گاهی فقط تحریک پذیر و اعصابش خراب است و ممکن است احساس خود بزرگ بینی کند، پر حرف میشه، یک سر گپ میزنه، بیش فعال است، بسیار فعالیتش زیاد میشه، حواسش با آسانی پرت میشه، قضاوت های غلط میگیرد، تصمیم گیری های اشتباه میکنه، به ناکارآمدی در شغل یا مشکلات با دیگران منجر میشود و مسئولان گاهی مجبور میشن این افراد را بستری کنند. از قیالشون خراب میشه که تا نیاز به بستری شدن پیدا میکنه. یعنی تو براتون بگم در زنجیر هم بستن نمیشن. ای حالت مانیا یا شیدایی و سرخوشی اگه ترجمه کنیم. و بالاخره اپیزود آیپومانیا چی است؟ عمدتا شبیه به اپیزود مانیا است، اما علایم مانیا را داره، اما خفیف، اما کوتاه‌تر و شدت کمتر دارد. این افراد نیازی به بستری شدن ندارند. دور و بر ما میبینیمشان و بعضی وقت در کار خود خوب موفق هم میباشند. خب اینجا کمی فهمیدیم اپیزود این اپیزود بود، تعریف اپیزود که در سه حالت داریم. دومش گفتیم اختلالات خلقی داریم. یک اپیزودای خلقی بود، یک اختلالات خلقی. اختلالات خلقی یا مود دیساردر چی است؟ اختلالات خلقی عبارت از یک مجموعه سیمتوم های ناشی از یک خلق غیر عادی یا انارمال یا ابنارمال است. یعنی سیمتوم ها اعراض و علائم خلقی غیر عادی پیشون دیده میشه، مثل آدم عادی نیستن دیگه. تقریبا همه درمانجانی که یک اختلال خلقی دارن بالاخره حداقل یک بار افسردگی دارن یا لاو مود را تجربه خواهند کرد، اما بعضی نیست خلق بالا یا های مود را به عبارت شادی و نشاط فراوان را نیست تجربه میکنند. یا پایین می خلقشان یا بالا میره یا اینم تو موج میزنه، عادی حرکت نمیکنند. بسیاری از اختلالات خلقی بر اساس یک اپیزود خلقی یا مود اپیزود دیاگنوز میشن. اکثر بیماران مبتلا به اختلال خلقی در یکی از طبقات قابل کدگذاری قرار میگیرن. کدگذاری که میگیم یعنی در جدول برش مشخص شده. اپیزود خلقی غیر قابل کدگذاری و اختلالات زیر قابل کدگذاری هم میتونیم داشته باشیم. خب اینالی یکی از اختلالات خلقی میفهم چی است؟ اختلال افسردگی یا دپرسیو دیساردر است. شامل اختلال نامنظمی خلق اخلالگرانه، اختلال افسردگی عمده،
اختلال افسردگی دائم که باز امرایش آشنا میشیم به نام دیستیمیا یاد میشه و اختلال دیسفوریای پیش از قاعدگی پیش خانما میباشه، پیش از اینکه عادت ماورشان شروع شوالشان خراب میشه. اختلال افسردگی ناشی از یک آرزی طبی دیگر، مثلا یک مریضی شدید دارن، میگه سرطان داری، میگه شکر داری، یادم افسرده میشه. اختلال افسردگی ناشی از ماده یا دارو، یک ماده دوا خورده یا مواد نشاور مصرف کرده افسرده شده. دیگر اختلالات افسردگی مشخص یا نامشخص، یعنی کل اینا رو گفتیم داخل، باز چیزایی که دهی علائمی که میگیم جور نمیه، بازور دا نامشخص و مشخص تقسیم بندی میکنیم، متوجه شدیم دیگر. بنان وقتی ما از افسردگی گپ میزنیم، افسردگی عمده داریم، افسردگی خفیف داریم، افسردگی دائمی که از 2 سال زیادتر میشه که دستیمیاز، مشکل خلقی پیش از قاعدگی در خانه ماست و مصرف دوا و اینا دیگه باز آشنا میشیم امروش. فقط اختلالات دو قطبی یا اختلالات مرتبط با آنها کدام است؟ در دو قطبی چی شامل است؟ در بایپولار چی شامل است؟ بایپولار اند ریلیتد دیساردر شامل اینها هستند: اختلال دو قطبی 1، اختلال دو قطبی 2. این دو تا رو باز میگیم که در شدت مانیا و افسردگیش گپ داره. اختلال سیکلوتیمیک، اونجا دیستیمیا داریم، اونجا سایکلوتیمیا داریم. اگر او افسردگی خفیف 2 سال طول بکشه، بیشتر از 2 سال باشه، او دیستیمیاز باز آشنا میشیم. اگر اختلالات بایپولر از 2 سال زیاد طول بکشه، بازی سایکلوتیمیا گفته میشه. اختلال دو قطبی ناشی از ماده یا دارو، از اثر مصرف مواد مخدر یا دوایی به وجود آمده. اختلال ناشی دو قطبی ناشی از یک عارضه طبی دیگر و دیگر اختلالات دو قطبی مشخص یا نامشخص، یعنی با این چیزا ما در این فصل بخیر آشنا میشیم. خب موضوع دیگه اسپسیفایر است. ما گفتیم 3 چیز داریم: اپیزودهای خلقی داریم، اختلالات، اپیزود خلقی را گفتم که امیر بی‌نظمی در خلق ما به سمت بالا رفتن یا پایین آمدنش. بعدش اختلالات خلقی را گفتیم که افسردگی و دو قطبی است با انواع مختلفش. و اسپسیفایرش چیست؟ اگر به قسمت انتهای جدول معیارها نگاه کنید، در اون جدول ها که دیسم از درمانگران میخواند که چند سپتوم اضافی به نام اسپسیفایر را مشخصا قید یا اسپسیفاید کنند، این سپتوم ها ممکن است به همراه اختلالات خلقی باشند و درمانگر باید در صورت حضور آنها این موضوع را اسپسیفاید یا قید کند، یا با ذکر نام آنها اختلال خلقی مورد نظر را بهتر و دقیقتر مشخص کند. اسپسیفایر ها در صورتی که به همراه اختلالات خلقی باشند به درمانگر کمک میکنند تا بهترین درمان ممکن را انتخاب کند و خط سیر یا روند یا کورس بیماری را بهتر حدس بزند. 2 مجموعه اسپسیفایر های خاص را میتوان در مورد تعدادی از اپیزودهای خلقی و اختلالات خلقی به کار برد. این اسپسیفایر مشخص کننده مانا میتوان 2 نوع اسپسیفایر: 1. اسپسیفایر های توصیف کننده اپیزود کنونی یا آخرین اپیزود قبلی. این اسپسیفایر به مشخص کردن جدیدترین اپیزود افسردگی عمده کمک میکند، اما اینها به جز 2 مورد اول در مورد اپیزود مانیا نیز به کار می رود. دو نوعه به ویژگی های اتیپیکال یا غیر معمول. ما 1 نوع افسردگی داریم، اتیپیکال دپرشن است، هیچ علایم افسردگی در او برعکس است. یکی تیپیکال داریم، یکی اتیپیکال داریم. بیماران مبتلا به این اختلال پرخوری می کنند، سعی که آدم های افسرده غذا نمی خورند، اما این افسرده پرخوری می کنند برعکس و اضافه وزن میابند. در افسردگی اصلی شخص لاغر میشه، اما اینجا برعکس، بیش از حد میخوابند، دالی که در اونجا خواب کم بود، و احساس میکنند تنبل و کند و یا فلج و زمین گیر شدن. آنها معمولا نسبت به طرد اجتماعی تحویل گرفته نشدن از سوی دیگران به شدت اساس هستند. نوع دومش که این دوتا تنها در افسردگی است، البته به همراه با ویژگی های مالیخولیا یا ملانکولیک یاد میکنند. این اصطلاح در مورد بعضی اپیزود که این مالیخولیا رو شما در بعضی کتاب های رمان و داستان و اینا خواندین که در مسابقه در اوایل نزدیکای پیش از میلاد این اصطلاح به کار میره، توسط بقرات و اینا. این اصطلاح در مورد اپیزودهای افسردگی هم به کار میره که در آنها بعضی سمپتوم های کلاسیک افسردگی شدید مشاهده می شود. بیماران مبتلا به این اختلال صبح زود بیدار می شوند، با پیشروی روز احساس میکنن حالشان بدتر میشه، آنها اشتها و وزن خود را از دست میدهند، احساس گناه عذاب وجدان میکنن، یا بیش از حد کند هستند، یا بیش از حد مشوش و حرکات تند دارند، و وقتی رویدادی رخ میدهد که معمولا از آن خوششان میاد حالشان بهتر میشه.
اینی اسپیسیفایر ها بود که در چی مشخص کنیم این حالت ها را. دیگر حالتش چی است؟ به همراه با دسترس استرابی و انزایتی دسترس. این بیماران سپتوم های استراب یا انزایتی ای، تنشن، بیقراری یا رستلسنس، نگرانی یا ووری یا ترسی که به همراه یک اپیزود خلقی می آید دارند. یعنی در پالی اختلالات خلقی استراب هم دارند. به همراه ویژگی های کتاتونیک، کتاتونیک هم باز در اسکیزوفرنیا آشنا میشیم که شخص حرکاتش میمونه، حرکات بدنی فرد یا بیشفعالی یا هیپراکتیویتی دارن یا عدم فعالیت انکتیویتی دارن. ویژگی های کتاتونیک در مورد اپیزود افسردگی و اپیزود مانی قابل بکارگیری هستن. دیگه چی مشخصات داره که باید قیچه ها به همراه با ویژگی های مخلوط یا مکس اپیزود مانیک، آیپومانیک یا افسردگی عمده ممکن است مخلوط های از سپتوم های مانیک و افسردگی را داشته باشن، به شکل مخلوط باشن. به همراه آغاز پریپارتوم، یعنی پیش مادرایی که عامل هستن و وضع عمل میکنن و افسردگی دیده میشه، زمانی است که در طول بارداری یا در عرض یک ماه بعد از زایمان زنان اپیزود مانیک یا آیپومانیک یا افسردگی عمده یا اختلال سایکوتیک کوتاه مدت را تجربه میکنند. به همراه ویژگی های سایکوتیک بعضی وقت افسردگی به همراه علائم سایکوتیک میباشد که به نام دپریشن ویت سایکوتیک فیچر برش میگن. اپیزود منیک وایپو منیک و اپیزود افسردگی اون فرق نمی کنه، خفیف یا شدید ممکن است به همراه دیلوژن ها و هالوسینیشن ها که با اصطلاحات آشنا میشیم، فکر باطل و توهمات که می توانند متناسب یا وابسته به خلق یا مود کانگرند باشد یا ناوابسته به خلق یا مود این کانگرند باشد. به این معنا بعضی وقت شخص فکر باطل پیدا میکنه که با خلقش میخونه، مثلا افسرده است، فکر نابودی در ذهنش گشته میری، با خلقش یکی است، اما بعضی وقت افسرده است ولی فکرای بسیار کلان اگه دسترش میگرده ای انکانگریت است. بعضی دیلوژن ها مثلا این باور که بدن فرد از درون در حال گنده شدن است. بعضی وقت شخص افسرده میگه بدنم گنده شده است یا در حال تبدیل شدن به هیچی، یعنی بیهودگی است، میگه از بین میره. و بعضی هالوسینیشن ها مثل شنیدن صدایی که به فرد میگه چقدر انسان بد و گناهکاری است. این میبینین مثل خلقش است، وابسته به خلق نامیده میشه، مثل خلق افسردگیش بود. افسردگی معمولا تو چیزا باید باشه، زیرا به نظر میرسن به طور مستقیم با افسردگی مرتبط است. در موارد نادر افراد افسرده ممکن است انواع دیگر از هالوسینیشن یا دیلوژن را داشته باشد که با خلق افسردگیشان مطابقت ندارد. مثلا بر این باور اصرار میورزن که انسان فوق العاده است، از یک طرف افسرده است، از یک طرف گبد کلش میگرده، یا بی‌نهایت باهوش است، خود باهوش فکر میکنه. این سپتوم های نوابسته به خلق یا نمخانی با خلق نامیده می شود. اسپیسیفایر توصیف کننده روند یا سیر یا اپیزود مکرر یاد کننده. این اسپیسیفایر علاوه بر توصیف فرم یا شکل یک اپیزود، مسیر یا روند یا خط سیر کلی اختلال خلقی را توصیف می کند که چی رقم میره یا مرض کجا میرسه آخرش. به همراه چرخ سری بعضی وقت زیاد تکرار شده میره، with repeat cycling، در عرض یک سال بیمار حداقل 4 اپیزود داشته باشه. اگر 4 تا کم داشته باشه او را چرخه ای نمیگیم، ولی اگر در یک سال 4 دفعه علائم، 5 دفعه عملات مانیا بالاش میره یا عملات افسردگی میره. کم معیارهای لازم برای اپیزود افسردگی عمده مانیک یا هایپومانیک را برآورده کردند. ترکیب معیارهای برآورده شده ممکن است متفاوت باشند، یعنی ممکن است فرد در یک اپیزود یک معیار را داشته باشد اما در اپیزود دیگه یک معیار دیگه. به همراه روند یا الگوی فصلی یک افسردگی که دیگه هم داریم، ببخشید این بخش یک ذره سنگین شد ولی تقریبا کلیات فصل ها را کل گفت براتون. بعضی وقتا ما یک افسردگی فصلی داریم، خزان ما مخصوصا زمستان که روزا کوتاه میشه، نور کم میشه، ما حالت پیدا میکنیم. گوش کنید، به همراه روند فصلی یا وت سیزنال پترن، این افراد به طور مرتب در مواقع خاصی از سال مثلا خزان یا زمستان به اختلالات خلقی مبتلا می شود. همچنان دو اسپیسیفایر مهم دیگر را نیز در اینجا معرفی می کنیم، اسپیسیفایر شدت
و اسپسیفایر بهبودی. اما فکر میکنیم با سپارت زیاد میشه خسته کن نشه برتان، یک وقفه میگیریم، باز ما باقی بحث خود خدمتتان تشریح میکنم.